جادوی سینما همیشه وسوسه کننده بوده. حاله درخشانی که در اطراف ستارگان سینماست، نور خیره کننده فلاش‌ها و فریاد طرفداران. اما این آتش رو کسانی به پا می‌کنن که خودشون هیچ وقت در برابر چشم‌ها حضور ندارند. Good to see you, buddy. قربانت، خیلی خیلی ممنون که دعوتم کردی. اولین مصاحبه فارسی. اولین مصاحبه فارسی. این گفتگوی صمیمانه و بی‌پرده مکس امینی است با یکی از متفاوت‌ترین و جسورترین تهیه کنندگان بین‌المللی صنعت فیلم، بری نویدی. خب، برای کی از ایران اومدی بیرون؟ من 73 بود از ایران اومدم بیرون. 73 بود، 5-6 سال قبل از انقلاب بود. انگلیس رو از شبانه روزی و به قول معروف 4-5 سال شبانه روزی بودم، اما بعد تصمیم گرفتم که تو دنیای سینما این چیزا برم. از همون سن جوونی، سن 17-18 سالگی. سن 17-18 سالگی میدونستی میخوای فیلم ساز بشی؟ کاملا میدونستم. از بچگی که بود علاقه داشتم، چون به قول معروف پدرمون میبرد ما رو سینما سن 6-7 سالگی، پس من علاقه شو داشتم چون اونم علاقه داشت. پس پدرت کسی بود که برد تو سینما، ولی شغل حرفه‌ایش چی بود؟ تو شکنف کار میکرد و کالش هم به قول معروف کوپریت و این چیزا بود. هیچ ربطی به سینما؟ خب بچه که بود، چرا، جوان تر که بود، چرا جوان تر که بود، عکاسی و یه ذره مثلا ادیتینگ و این چیزا علاقه داشت و اینا. من هم موقع ها میگم زمان ازدواج میکردی و بچه دار بودیم، تنها چیزی که نمیخواه هم بزنی هنر و آرت و اینا بود، چون نه درآمدی داشت. الانش هم مشکل حتی، ولی اون موقع حتی بدتر هم بود، چون همش یه دکتر و مهندس و نمیدونم کارمند و این چیزا بودن و هنر و اینا خیلی کم بود. اگرم تو هنر سینما بودی به قول من رو چپ چپ نگاه میکردن. اولین فیلمی که دیدی تو زندگی که خیلی بهت اثر گذاشت و عشق فیلم سازی رو در تو ایجاد کرد، اون فیلم چی بود؟ خوشبختانه موزیکال بود. عشق و لب خندان به خندان میگیر بخاطر اینکه بچه بودیم، مثلا چهار به درایوینگ سینما میرفتیم اونو میدیدیم. چون 6 سالم بود، 7 سالم بود میرفتیم میدیدیم، به قول معروف هات داگ میخوردیم و کوکا میخوردیم، ولی اونم 7 تا من اون فیلمو دیدم، خیلی دوست داشتم. ولی خب میدونی بچه‌ها و نمیدونم آهنگاش خیلی خوب بود و اینا، ولی خب علاقه از اون پیدا کردم. بعد تا سن 10-12 سالگی بودم فیلم پدرخوانده رو دیدم. داستان فیلم پدرخوانده در نیویورک دهه 40 و 50 میگذره، زمانی که مافیای ایتالیایی باندهای تبهکاری مخوف و جنایتهای بیشماری رو در این ابرشهر هدایت میکردند. در این فیلم مارلون براندو با بازی در نقش پدرخوانده به اعماق قلبها نفوذ کرد و به ستاره دست نیافتنی تبدیل شد. گرچه این فیلمی برای یک نوجوان 12 ساله نبود، اما ذهن و روح بری رو برای همیشه تسخیر کرد. حتی اون موقع من وقتی دیدم فیلم رو به پدرم گفتم میخوام با اون کار کنم، با اون هنرپیشه. پدرم هم خندی کن شو، ولی همین هم شد. خیلی جالبه، یعنی واقعا اگه میخواست سناریو از اون بنویسی، نمیدونم، اونجاست که میگه خدای وجود داره، برای اینکه اونقدر شانس نمیتونی بیاری که با مارلون براندو بعدش کار کنی. پیش از اینکه به ماجرای همکاری با براندو بپردازیم، سری میزنیم به بریتانیای دهه 80 و داستان ورود بری به مدرسه فیلم لندن. اینجا بود که دوستی و بعدتر همکاری با فرزند جان هیوستون، فیلمساز و بازیگر شهیر آمریکایی، مهر ورود بری به دنیای حرفه‌ای فیلمسازی شد. پسر جان هیوستون، دنی هیوستون با شما مدرسه میرفت. با مدرسه میرفت. داستانش جالبه، چون داشتم یه پله میرفتم بالا، اونم پله میرفت پایین. این جدی میگه، مثل فیلم‌ها دیدی به هم دیگه خوردیم. جدی میگه. وقتی خوردیم اینا، بعد تازه اون داشت میخواست رجیستر کنه اسمشو، گفتم خب بری اون تو اتاق، میری توی یک اتاق. بردمش این اتاقو معرفی کردم به پرینسیپال مدرسه سینما اینا. من تا 4-5 ماه نمیدونستم دنی هیوستون بود، چون به اسم اونا فامیلی اونا توجه نداشتیم. یه روز رفتم خونه‌اش، رفتم دیدم تمام عکس جان هیوستون رو، نمیدونم عکس اسکار رو، نمیدونم بالا دوزاری افتاد، فهمیدم کی بود. روح آقای کوربت اولین فیلم سینمایی بود که بری بلافاصله پس از اتمام دانشگاه تهیه کرد. این فیلم اون رو با دنیای پیچیده تهیه کنندگی آشنا کرد و آزمون بزرگی بود که برای با وجود سن کم به خوبی از عهده‌اش برآمد. وقتی گریجویت شدیم و تموم شد، من و دنی می‌خواستیم با هم کار کنیم، ولی من می‌خواستم کارگردانی کنم.
چون من کارگردانی خوندم، کامرا خوندم، این چیزا. ولی متاسفانه اون موقع میدونستم که پول ریز کردن و نمیدونم 2 میلیون خرج داشت و حالا این حرف مال چیه؟ مال 87 1987. به خودم گفتم میدونی چیه، بذار بدم دنی کارگردانی کنه، من تهیه میکنم. اونجا بود که از همون موقع به قول معروف تهیه کننده نقشه میکشه، نقشه رو کشیدم که دنی تو کارگردانی کن، من تهیه میکنم. اینم یه حرکت خیلی قشنگی میده. واقعا مهمم بود، برای اینکه اگه میخواستم خیلی قد باشم من کارگردانی میکنم، الان شاید تا الان هنوز دنبال اون پروژه بودم. همین راحتی نیست. یعنی این باعث شده که در اون سن کم تو نشون بدی که این واقعا قابلیت رو داشتی که بگی آقا من خیلی عشق کارگردانی دارم، ولی باید چیکار بکنم که موویم ساخته بشه و برم جلو، برم جلوتر، هی جلوتر برم، برای که همیشه زمان هست کارگردانی. من یه سوپر استار رو آوردی تو فیلم اولت. نه نه، سوپر استار آیکون. قبل از اینکه درست کنیم پولش نمیتونم ریس کنم، چون هر چی میرفتم اولین فیلممون بود و جان هیوستون بود که باعث شد این پول رو ریس کنه. گفت نگران نباش، من یه آدم پولدار میشناسم که میاد فردا چک بد میده. واو. جان پول گتی. اون زمان فقط 2-3 بیلیونر تو دنیا بودن. یکی جان پول گتی بود، یکی هم اوناسیس رو نمیدونم، یعنی بچه های اوناسیس رو که بیلیونر نبود اصلا اون موقع، 3-4 تا شاید بودن. مثل الان نیست که هر تامان دیگن هری همه بیلیونر هم تو سان فرانسیسکو به خاطر گوگل و این چیزا. پس فیلم اولت یه بیلیونر برات بوجه میذاره. من اصلا ادین به قول ادین آیکون میاد تو فیلم بازی میکنه، یه آسکار نامینیتر، یه دکتر میام دا لاکی. من شانس قدم خوش شانسیم. برای همین اون فیلم درست شد، به قول من پاسپورت برام بود. برای حالا با داشتن یک فیلم حرفه‌ای در کارنامش قدم‌ها رو مطمئن‌تر به سمت آینده برمی‌داشت. چجوری با مارلن براندو آشنا شدی؟ مارلن براندو خیلی جالب تو زندگیم اومد. من اون زمان خوابته با جان هیوستون کار کرده بودم قبلش. از طریق جان من با همه اینا آشنا شدم. چه مارلن براندو، چون همسایه جک نیکلسون بود. خب رفت و آمد زیاد داشتیم، میرفتیم میدیدمشون. خب بعد جوان‌ترم بودم، سلام علیک میکرد و میشناخت و ایرونی هم که بودم طبقا میگم بزرگترین مثبت‌ترین چیز برای من ایرونی بودنم این بود که تیپیکال هالیوود پرودوسر نبودم. لندن می اومدم، این چیز ایرونی هم خیلی کمک کرد که شخصی مثل مارلون براندو اینا هر کی تغییر بیشتر بگیره، یعنی برای من حالت مثبت داشت. من به شانس خیلی علاقه دارم، شانس هم مهمه. برای من وقتی میخواستم با براندو آشنا شم اصلا پلان نکرده بودم. رستوران دوستم دعوت کرده بود تو لندن، ایجنت بود، ایجنت همه هنرمندا بود، منم ایجنت منم بود و اصلا نمیخواستم، چون هر سال رفته بودم بغل مایکل کین میشینی، بغل بن کینگزلی میشینی، بغل اون میشینی و اینا، با خودت بس صحبت کنی چی درست میکنی چی درست نمیکنی. یه جایی رسید که خسته شدم، گفتم ببین با اینا همش میشینی و حرف میزنی اینا. سیما خواهرم بود گفتش که نه بعد بری، چون دوستته، دوست قدی بعد بکنم باش. رفتم اسمش دنیس سلینجر بود که بزرگترین ایجنت انگلیس بود، موقع لندن بود. ولی من هی میخوادم دوتر کارا تموم شه، دوتر کارا تموم شه که برم خونه. تو آخر که رسید ساعت 12:01 شب بود اینا، میز سیگار و برندیو این چیزا بود. گفتیم باشه بریم سر اون میزم بریم بشیم. یک خانومی بود به نام بلیندا فریکس که نمیدونستم کی بود اونجا، گفتش خب تو کی رو اینجا میشناسی؟ گفتم هیر وی گو اگین، باش بیا تعریف کنم من کی هم کی رو میشناسم. بعد یه دیرو میگه گذشت، گفت ببینم چه پروژه داری کار میگیری؟ پروژه ایرلندی کمدی اینا. گفت دوست داری با مارلون براندو کار کنی؟ گفتم yeah. گفت خب من وکیلشم، من وکیل مارلون براندو. گفتم وکیلش اینجا چیکار میکنه تو لندن؟ مگه این تو هالیوود نی؟ گفت آره، با هیچ کس تو هالیوود اعتماد نداره. وکیلش هم یونانی بود، یعنی it's a Greek kind of, so we bonded very quickly, Persian, Greek, all that stuff. 3-4 ساعت با هم نشستیم، 4 صبح شد. آره بعد دراپش کردم، همه مهمون رفتن، رفتم من اونجا نشسته دیگه، همه رفتم، من کی میخواستم برم خونه. تو 2 ساعت بعد ساعت 4 صبح تلفن زنگ زد، خواهرم پیکاپ کرد چون اونجا با من بود تو لندن. This is Marlon. جدی؟ Are you sure? This is Marlon. این همه صحبت رو که کرد، در 10 دقیقه با من صحبت کرد، گفت من عاشق این سناریو هم میخوام روش بازی کنم اینا. اصلا برای سریال برام اصلا عجیب بود. بعد از خبر حضور مارلون براندو،
اسمهای مهمی از جمله جانی دپ و دبرا وینگر هم به پروژه اضافه شدند و فیلم ناگهان به پروژه‌ای پر سر و صدا تبدیل شد. مارلون براندو گفت ببین من هفته $1,000,000 میگیرم، چون حقوقش هفته $1,000,000 بود. یعنی دست $1,000,000 هر کی با هر کی میشه، میخواد با فرانسیس فورد کوپولا کار کنه چه با من چه بگیر. 4 هفته لازمش داشتم. یعنی یه فیلم کوچیک $6,000,000 تبدیل شد به 12-13 میلیون دلار. یعنی مثلا یه چیز قایق کوچیک شد تایتانیک. برای همین معنی از اون خیلی یاد گرفتم. یه چیزایی یاد گرفتم که به جوونا میگم، همیشه میگم تو وقتی یه چیز قایق کوچیک داری، یه الفنتو گنده نذار توش، برای که غرق میشه. و این درست اتفاقی بود که برای این کشتی پرزرق و برق افتاد. گروه تولید تنها پس از یک هفته فیلم برداری متوجه مشکلات مالی سرمایه گذاران فیلم شدند. Saturday morning at 6 a.m. That's when I had the phone call that I never forget. That when I had Rick Nassita and Barry Hirsch, who was Deborah Winger's lawyer, online telling me, look, Barry, this is not your fault, but we have bad news for you. And basically the escrow is missing and Deborah's hasn't been paid. I just felt like, am I dreaming? This is a nightmare? What is this? This is like, and Rick said, look, you have 24 hours, Barry, if you can rescue it by somehow. If we can kind of replace it or get the cash flow going. I said, Rick, it's Saturday. I mean, how am I going to get it done in 24 hours? ما موقع فیلم برداری فهمیدم که پولا داره کم میاد، یعنی کش فلو کم میاد. به جای مثلا نیم میلیون در هفته داره 100,000 دلار در هفته میاد. این خیلی مشکل دیگه برای فیلم. تو خودت فیلم سازی میدونی. دو هفته و نیم تو فیلم برداری بودم، من داشتم میفهمیدم که اینا پول یا ندارن یا پول منو دارن استفاده میکنن برای پروژه دیگه. یه دفعه استاپ کرد. خب حالا دیگه مثل همه چی تموم شد. تموم شد. مثل اینکه سرکس کامز تو تاون، the next day the circus leaves town. بعد همین اون فیلم کالاپس کرد. خب زندگی من عوض کرد زاره. یعنی خب I was down, bankrupt شدم. اخبار مربوط به شکست فیلم حالا همه جا بود. روزنامه‌نگاران از بری به عنوان تهیه کننده ای نام می بردند که بلند پروازی هایش جوابگوی نیازهای واقعی فیلم نبوده. درست بعد از شکست سینماییت با این فیلم سرطان خون گرفتی. شانس آوردم واقعا، اونم خدا به ما، اگه خدا نکرد کسی که سرطان بگیره، ولی تستیکل کانسر از تریتبل، خیلی جوونا میگیرن و اون خب من تریتمنت گرفتم و واز لاکی. ولی مرتب معلومه هم زنگ میزد، خیلی زمان سختی داشت، بعد جنگیدیم دیگه. ولی اگه مثلا تلفن‌های معلوم برندو نبود، خب برام مشکل تر بود. وقتی برندو برام بهم زنگ میزد مرتب و نمیدونم دبرا وینگر و جانی دپ و اینا، خب به من چه با وجود ورشکستگی مالی و بیماری سرطان، بری حاضر به پاپس کشیدن نبود. در کمال ناباوری و از پس تمام تیرگی ها بری پیشنهادهای جدیدی از آمریکا می گرفت و این طور بود که چمدان ها را بست و از لندن راهی سرزمین رویاها شد. انگلیس همه می گفتن که چرا بی خود این فیلم درست کردی؟ اینجا همه به من کار می دادن. فرق آمریکا و انگلیس این بود که انگلیس به قول معروف بده گفتیم که این فیلمو درست نکن، بی خود به قول معروف لقمه گنده برداشتی. اینجا برعکس، فیلمم کالاپس شد و تموم شد و نمیدونم خراب شد و اینا. ولی دیدم نه، همه دارن به من کمک میکنن، همون سی ای ای، همون آی سی ام، همه اینا دارن میگن یه فیلم بزرگ میخواد درست کنیم. فیلم بعدیت که فیلم بعدی که حتی تو حالت به فیلم بدی، فیلم استودیو درست کنی، چون تنها کشوری تو دنیا که اجازه داره بدی. بهترین فیلم هایی که شما درست کردی فیلم مرچنت آف ونیس هست. این چجور آغاز شد؟ مارلون براندو بود که به من پیشنهاد داد، که گفتش که میخوایی درست کنی، کسی درست نکرده، چون میدونست من کرمش هم دارم نزده. این تاجر ونیسی هم این چیزی که من علاقه پیدا کرد، نه که میخواستم فیلم شکسپیر درست کنم، این بود که کسی درست نکرده بود، به خاطر اینکه انتیسمیتیزم داشت و نمیدونم از زمان هالوکاست کسی درست نکرد این فیلمو. گفتم باشه من درست می‌کنم، به شدی تو بازی کنی نقش شایلاکو. گفت من نقش شایلاکو بازی نمی‌کنم، شکسپیر نمی‌خوام بازی کنم دیگه، گذشته من اصلا نمی‌خوام. ولی یک فیلم چیزام که خیلی خوبه، هنرپیشه ایتالیاییه، همه هیچ به من داشت به قول معروف داشت با من پازل بازی می‌کرد. گفت آلپاچینو، من اصلا فکر نمی‌کردم آلپاچینو داشت شکسپیر، چون همش اسکارفیس و گادفادر و کارلیتوس و اصلا فکر نمی‌کردم این هنرپیشه تئاتره. گفتم باشه، گفت من به تو معرفیت میکنم، بقیهش به خودته. من رفتم آل پاچینو رو میتش کردم و
واقعا به هیری راه، برای اینکه همون اولی که من عاشق شد مثل حالت ما اهل سیسیلی ما اهل ایرانی ما نمیدونم با ایرانی هم خوشش میومد و اصلا این از میدلیستان ها خوشش میاد، یعنی خودشون رگشو داره سر فیلم یک سیسیلی و یک ایرانی با هم ملاقات کرد. همون روز که با قول من you know you fall in love with somebody عاشق یکی میشی، یعنی واقعا از اونها بود که تو رو جذب کرد و گفتش که باشه بازی میکنم ولی دو سال دیگه. من گفتم شکسپیر 400 سال صبر کرده، دو سال دیگه برای تو صبر میکنم من، چون معمولا تهیه کننده ها نمیان بگن برای تو صبر میکنم. یعنی یکی از بهترین کوالیتی های خودت رو این صبر و حوصله میدونی که عجله نمی کنی تو کار فیلم سازیت؟ نه، برای که از اول اینو من منتورای خیلی بزرگ داشتم به اینو منو یادم دادن. بعد بدونی که کی میخوای بجنگی کی نمیخوای تو کار درست کردن فیلمت. تاجر ونیزی پروژه جاه طلبانه ای بود بر اساس یکی از معروف ترین نمایشنامه های شکسپیر. پاچینو به قدری به فیلم علاقه مند بود که از دستمزد خودش گذشت تا فیلم هرچه بهتر ساخته شود. فیلم که نقبی عمیق بر درگیری های نفسانی و تضادهای روحی بشره، موفقیت عظیمی برای تیم سازندش به دنبال داشت. وقتی که سر صحنه یه کارگردانی میخواد یه نوت بده به آپاچینو، چجوری این نوت رو بهش میده؟ ببین، اولا عقل دوست داره تمرین کنه، این اصلا عاشق ریهرسله، چون بعضی اون ربشه دوست نداره و باشون هم نمیتونه حضورشون کنی، خودش هم میگه یکی دوست داره یکی دوست نداره، اصلا رابرت دینیرو دوست نداره، میگه بذار من کاراکتر رو دیسکاور کنم بعد هم با هم صحبت میکنم، اگه به من بگی چطوری بازی کن به قول عقل میگه تو بازی کن. بعدی کاراکتر رو که دیولپ کرد و آماده کرد، بعد وقت کارگردان خیلی مهمه، به اون اعتماد میکنه که کجا بره، چپ بره، راست بره. مثلا ما اول فیلم برداریمون آخر داستان چیز بود، تاجر ونیزی بود که تو دادگاه و ایناست. خب این ایموشنالی، خب بعد اینو آمادهش کنی و این کارگردان هم بعد بگی. خب کارگردان کارش خیلی مهمه اینجا. If you deny me, fire upon your law. There is no force in the decrees of Venice. چند ساله با هم دوستین؟ الان ما درست 16 ساله با هم 16 ساله با هم 16 ساله با هم دوستیم و حالتی شده که نمیدونم یه سونگ هم برومنس داریم با هم، به عنوان مثل برادر بزرگتر اینطوری با هم خوب دوست و صمیمی شدیم. اون به من خیلی اعتماد داره چون میدونه من بهش حقیقت رو باید بگم بعضی اوقات، چون بعضی اوقات مجبوری حقیقت رو بگی بعضی اوقات نمیگی، چون بعد بدونی چی بگی و چی نگی. هر مثل امپرور میمونه، مثل یه پادشاه اونه که بنزکابی دشمن داره و دوستم کم داره. So what we want to do, Barry, is we want to get everything back over there. Okay? دوستی بین پاچینو و بری دوستی بین دو رویا پرداز بود که نتیجهش انجام پروژه های غیر ممکن بیشتری شد. بعد از تاجر ونیزی، بری فیلم سالومه را به همراه پاچینو به روی پرده بود. پروژه دیوانواری که پروسه ساختش طولانی و نامتعارف بود و بر اساس نمایشی از اسکار وایلد شکل گرفته بود. Barry Navidi, the producer here, who was without which this thing would not have happened. He made such a major contribution artistically to this endeavor. I couldn't do it without him. And we did it together. یه فیلم محشر دیگه که درست کردی فیلم سالومه است. آغاز اون فیلم چطور بود و آلپاچینو چجوری اومد توی اون؟ حالا من وقتی تاجر ونیزی درست کردم، خب ما با هم خیلی زود دوست شدیم. 6 ماه بعد من به من گفتش که یه پروژه هست به نام سالومه که 4 دفعه توی برادوی تو آن استیج بازی کرده اینو تو تئاتر. The moon has a strange look tonight, is she not? She is like a mad woman who is seeking everywhere for lovers. She is naked too. No, the moon is like the moon, that is all. آسکار وایلد که نوشته بود، من علاقه زیاد نداشتم، چون من پری علاقه نداشتم، تئاتر هم جالب نبود. حتی برای من یه خصوصی انجام داد با 18 تا هنرپیشه که ببینم چطوری میتونم فیلمو درست کنم.
چون من رو به عنوان تهیه کننده نمیخواست که میخواست باش کار کنم، باش به قول من رو کودارک کنم. وقتی نگاه کردم گفتم خب چیزی نیست. گفت میدونی چی اصلا یه کاری میکنی، من تئاتر رو میذارم تو فقط فیلم برداری کن، پشت صحنه، جلو صحنه، رو صحنه، هر چی دلت میخواد، بعدش هم ما سناریو با هم مینویسیم. یعنی اینطوری فیلم نباید درست کرد، ولی خب این روشش بود. من این پروسس هم اینه، چون این داکیومنتری دراما و این استایل آلپاچینو وقتی فیلم کارگردانی میکنه، کارگردانش اینطوریه. و بعد ما وقتی نگاه میکردیم فیلمو، مثلا میگفتیم این تیکش نداریم، میرفتیم فیلم برداری میکردیم. یعنی مثلا درباره اسکوارد نمیدونیم، میرفتیم دابلین و لندن و چون حالا ریسرچ خیلی میکردیم، خیلی فیلم برداری با عل میکردم. من دو سال و نیم طول کشید، 100 ساعت ما فیلم برداری کردیم. تازه در الی هم فیلم برداری میکردیم بدون یونین، یعنی نان یونین، اجازه نداریم. ولی ما میکردیم. مثلا بچه هاست الان میگه بلند شد دوربین رو بردار بریم اینجا فیلم برداری، یا مثلا از لندن بریم پاریس با هم دیگه تو قطار. برام عل مطمئن نبود، چون نروس بود به عنوان فیلم ساز و هنرپیشه داشت خودش نشون میداد. یعنی برای اولین بار تو وقتی اون فیلم رو ببینی تو میبینی آل پاچینو کیه، چون تو فیلماش نمیدونی، همیشه خیلی میگن آل پاچینو گانگستره یا نمیدونم، نیست. آل پاچینو کی تو سلامه ببینی میدونی که کاراکتر واقعا اصلیش میاد بیرون. Sometimes it just stops for me, you know, and I just don't know what I'm doing. I don't know why I'm doing it. I think more importantly, I don't know why. Something is pushing me forward, and there's something about my struggle that's not clear. اون فیلم ما دو تا رو خیلی نزدیک کرد. وقتی اینجا ریلیز کردیم تمام ریویوام خوب بود. خیالش راحت شد. داستان برگ نویدی یک داستان خطی و ساده نیست، بلکه پازلی متشکل از هزاران تصویر ظاهراً غیر همخوان. این جرقه هایی که شما زدی، جرقه های دوستی که با این ستاره های بزرگ زدی، چه المانی در شخصیت تو باعث میشه که اینقدر بتونی قشنگ مانور بدی؟ برای من ایرونی بودنم خیلی کمک کرده و من فکر کنم اگه ایرونی نبودم، فکر کنم اینجا نبودم با آل پاچینو یا حتی با مارلون براندو. احساس میکنن که با یکی میتونن حساب کنن، روش حساب بکنن، میتونن اعتماد کنن، میتونن فامیل بشن. آره، برای که اینجا یه چیزایی هستش که تو آمریکا هر چقدر تو به تو اجازه میده، چیز خانوادگی و به قول معروف لویالتی و این چیزا هم خیلی کمه. یعنی واقعا این کالچر و این دی ان ای و این چیز من هنوز ایرونی و اینا هست. الان همه دانشگاه، همه سینماها که میری، تمام از آلمان گرفته تا انگلیس و لهستان و نمیدونم فرانسه و الان همه ایرونی اونجا همه جا هستن و همه جا بیشترشون موفقن. خیلی زیاد شده. خیلی انرژی خوبی دارن. خب برای اینکه واقعا علاقه دارن. من خودم وقتی ایران رفتم برای اولین بار تو 20 سال، 3-4 سال پیش که رفتم اونجا فستیوال بود، اصلا آدم افتخار میکنه که همشون هم انرژی دارن، پشن دارن، علاقه دارن، همشون هم همه چی رو میدونن. افتخار میکنم که این کالچر دی ان ای که ایرونیه. و این چنین است که فرزندان ایران هر کجا که باشند میراثدار مفهوم غریب و سیالی هستند که از آنها تنها می شود با نام ایرانی بودن یاد کرد.